سلام عزیزان، به آشپزخونه من خوش اومدین. با کانال آموزش آشپزی امنکتی در خدمت شما دوستان هستم. امروز تصمیم گرفتم آبگوشت که یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین و لذیذ ترین غذای ایرانیه آموزش بدم به شما دوستان. بعد از معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. من اینجا نزدیک 1 کیلو گوشت گوسفندی استفاده کردم که حتما این دنبار رو بزنید، چون این دنباها مزه خوبی به آبگوشت ما میده. دنبالیچ هم حتما باشه، گوشت رون، دنده و راسته. پس 1 کیلو گوشت گوسفند حتما توجه کنید برای درست کردن آبگوشت و لذیذ شدنش از گوشت گوسفند استفاده کنید. پیاز 1 عدد درشت، 2 حبه سیر. من اینجا 1 پیمونه و نیم بنشن که شامل نخود و لوبیا سفیده استفاده کردم. حالا اون 1 پیمونه نیم سلیقه خودتون که دوست دارید کدوم یکی از بنشنتون بیشتر شه. من معمولا نخود رو بیشتر از لوبیا میریزم، یعنی 1 پیمونه نخود و 1/2 پیمونه لوبیا سفید. من 1 مشتم اگه توجهیم گندم میریزم. این گندم خیلی لعاب و مزه خوبی با آبگوشت ما میده. پس از شب قبل این بنشنامون رو با آب گرم خیس میکنی و در قابلمه رو میذاری و تا روز بعد که غذا رو درست کنی حدود 3-4 بار این آب بنشن رو عوض میکنی تا اون نفخش گرفته شه و سبک بشه. روب 3 قاشق غذاخوری. سیب زمینی که من از اینجا هم سیب زمینی پشندی استفاده کردم و همینطور از این سیب زمینی های استانبولی. نمک، فلفل و زردچوبه. پس من ابتدا میرم پیازو داخل زودپز. من امروز تصمیم گرفتم آبگوشت رو داخل زودپز درست کنم. من 1 قاشق بزرگ روغن ریختم. بعد از اینکه روغن آب شد پیازا رو خلالی درشت خرد میکنم داخل زودپز. قبلا به شما دوستان گفتم اگر ما از زودپز برای پخت گوشتامون استفاده کنیم زمان پختمون کمتر میشه و ویتامین بیشتری میمونه داخل غذامون. ولی توجه کنید اگر خواستیم داخل قابلمه آبگوشت یا هر گوشت رو درست کنید زمان بیشتری میبره. دیگه اون تقسیم کردن تایماتون بستگی به اون که چه نحوی میخواین شما غذاتون رو درست کنید. حالا پیازا رو من میذارم کمی رنگشون تغییر کنه. خب برای آبگوشت ما خیلی پیاز رو سرخ نمی کنید. توجه داشته باشید آبگوشت یه غذای سنگین و کاملیه، به همین دلیل سعی کنید اون تو وعده‌های ناهارتون استفاده کنید. برای شام خیلی غذای سبکیه. خب قدیما آبگوشت بهانه بود داره دوره هم جمع شدن خانواده. معمولا مادر بزرگا حدوده کسی که میخواستن بچه رو دوره هم جمع کنن یه آبگوشت نهاردار میذاشتن و همه اعضای خانواده رو جمع میکردن. ولی الان متاسفانه با رواج پیدا کردن این غذاهای امروزی و فست‌فودی غذاهای قدیمی داره کم کم فراموش میشه. غذای قدیمی که در خیلی سالم بودن. خب من میذارم کمی این پیازا سبک بشه. حدود 1 قاشق مربا خوری سرخور زردچوبه میریزم. فقط در حدی که آب پیاز کشیده شه و کمی سبک بشه. چون اصلا زیاد تفت نمیدیم. خب نهایت 5 دقیقه. پیاز رو یه تفت بدین کافیه. پیاز که به این مرحله رسید من گوشت رو قاطی میکنم با پیاز تا یه تفت کوچیک بخورن. خب گفتم به شما دوستانم که این گوشت ها گوسفندی شامله دنبالیشه، رون گوسفند، دنده، راسته و دنبه. اگه شما میبینید من دنبه یه مقدار زیاده من معمولا روب با این موقع اضافه نمی کنم. چون وقتی روب با اول کار اضافه می کنی یه ذره رنگش تمش توی غذا از بین میره. من حالا روب با فواصل کار بعد از که به اصطلاح این گوشتامون نیمه پخ شد و دنباها پخته شد
نشون میدم که داخل یه قابلمه میکوبم، دستوره میریزم، رقا میریزم داخل اون و مجدداً برمیگردم که غذامو. دوستان من فکر کنم داشتم میگفتم خدمت شما دوستان آبکش غذای سنگینه، من فکر کنم اشتباهی گفتم غذای سبکه، غذای سنگینه و اصلا برای شام وعده مفیدی نیست چون فوق العاده غذای سنگینه. حالا کاملا میذاریم زیر و رو این گوشتا تف بخوره، رنگشون عوض شه، بعد بونشنم اضافه میکنیم، حدود یک پارچ یا 5 لیوانم آب میریزیم و اجازه میدیم تا این آب گوشت بپزه. آب گوشت غذایی که حتما باید جا بیفته تا اون مزه خودش رو داشته باشه. خب زیادم نه، فقط در حدی که رنگ گوشت عوض شه و اون روی زخم گوشت گرفته بشه. خب من دو هفته سیر داشتم، دو هفته سیرم میدازم، این دو هفته سیر اصلا توی قدامو روی سیر نمیاد، یعنی بعضی دوست ندارن روی سیر به هیچ وقت توی غذا روی این دو تا سیر به مشامتون یا وقتی زمانی که میخوریم مزدش رو احساس نمی کنیم. من کمی دیگه زردچوبه میریزم، نمکم که آخر، فلفلم خیلی کم، من ممنون فلفل رو دفت قبل که غذا رو خاموش کنم میزم، الان کمی فلفل میزم که کم بده، آخرم اضافه میکنم که اون مزدش تو غذا مون بمونه. خب توجه کنید کاملا رنگ گوشت رو تغییر پیدا کرد و به اون مرحله که میخوایی میرسید. خب بعد این آب گوشت های مختلفی بود درست میکردم. من یادم ما بچه بودیم آب گوشت بزباش بود که مادرمو درست میکردم، خیلی هم طرفدار داشت، یه چیزی مثل قرمه سبزی آبدار که اون آبو تریت میکردیم. ولی الان باور کنید اگر از بچه بگیم به بچه بگیم سبزی آب گوشت بزباش، اصلا تعجب میکنن که یه همچین آب گوشت آیا هست یا آب گوشت کلم قمری هم هست اگه اشتباه نکنم سمت استان قم کاشان اون برا درست میکنن. ولی آب گوشتی که کل ایران تقریبا رواج داره و همه میشناسن همین آب گوشت یا با میتونیم بگیم دیزلی خودمون. خب ببینید کاملا رنگ گوشت ها تغییر کرد. من میام بونشنارم میریزم، اون یه مش گندمی که ریختم خیلی خیلی لعاب و مزه خوبی بوده. ولی اگر دوست داشته باشی میتونی نریزی اگر دوست نداری، ولی من میخواستم بهتون نشون بدم که هم یه مش گندم تو تاثیر خوبی تو مزه این آب گوشتمون داره، بعد نیست یک بار امتحان کنم. حالا میام حدود یه پارچ یا 4-5 لیوان آبم میریزم، در روز کذا میبندم، حدود 3 روز زمان میدم تا این گوشت نیمه پخت به طرف پخت بشه، بعد میام رو به مراحل بعد. خیلی خوب الان ببین توجه کنید هم رنگ گوشت تغییر پیدا کرده هم کاملا اینا با هم مخلوط شده. پس الان من میام یه پارچه آبو میارم اضافه کنم. حالا آبو داخل آب گوشت میریزم، گفتم یه پارچ، این نصف پارچ بود، یه نصف پارچ دیگه آب میریزم، در زود تازه میبندم و اجازه ندم گوشت بپزه. حالا مرحله بعدم میام توضیح میدم به شما دوستان. خب الان دیگه کافیه، من میذارم کاملا بجوشه، اون کفای اضافه روی آب گوشت رو جمع میکنم و در زود پزو میبندم به همین شکل. حالا آب گوشت ما تقریبا نیمه پخت شده، ولی به سمت پخت ببینیم بونشن رو پخته شده. توی این مرحله من میخوام رقم اضافه کنم. داخل قابلمه یه نوک قاشق این توجه کنید خیلی کم من روغن میریزم، بعد دو تیکه از این دنبار و دو سه تیکه
از این گنبار رو اضافه میکنم، نمک، زیر شعله رو کم میکنم. با یک کوچولو این دنبار رو میکوبم به این شکل. بعد رو با اضافه میکنم، یه تفت کوچیک بدم. چرا رو با اضافه میکنم یه تفت بدم؟ چون اگر ما رو با روغن یا با کلن تفت ندیم داخل غذا بریزن، اصلا اون رو رنگ باز نمیکنه. گفتم به شما دوستان حدود 3 قاشق غذاخوری سرپر کاملا این دنبه رو باز رو. حالا اگر اصلا شما دنبه دوست ندارین، میتونین که اصلا دنبه نریزین، حتی تو آب گوشتون دنبه نریزین، داخل آب گوشت نمیتون دنبه نریزین. توی مرحله یه نشه قاشق فقط روغن یک کره رو اضافه میکنیم. میگم معمولا خانمای خونه یا آقایون خونه طبق سلیقه افراد خانوادهشون آشپزی میکنن. منم افراد خونه بودم، با این مسئله مشکل ندارم به این شکل. ولی اگر شما دوست نداری به هیچ وجه اصلا دنبال از مراحل اولی اضافه نکنم، یه دونه دنبال چه کافیه. دو سه دقیقه روب زود رنگ با میکنه. یه تفت کوچیک میدیم. داخل آبگوشتمون اضافه میکنم، کافیه در این حد. مجددا آبگوشت رو حرارت میذارم، اضافه میکنم. ببینید همون آبی که من اول ریخته بودم، سعی کنید همون اول آبی که مورد نیاز واسه آبگوشت بریزم، چون که اگر ما به این غذاهی بخوایم آب اضافه کنیم اصلا طعم و خوشمزگی غذامون از بین میره. یه 10 دقیقه رو اجازه میدم تا کاملا این رو رنگ با کنه. بعد میام سیب زمینی اضافه میکنم. بعضی سیب زمینی رو با پوست میندازن، چون معتقدن که اگر سیب زمینی رو پوست بکنن میندازن داخل آبگوش وا میره، ولی من این کار نمی کنم، چون به نظرم یک دو بار امتحان کردم به نظرم اومد که اون پوست سیب زمینی روغن توی غذا رو، مزه توی غذا رو به خودش میگیره. به همین دلیل من یک رو قبل از اینکه بخوام آبگوشت رو خاموش کنم سیب زمینی رو میریزم و به هیچ وجه سیب زمینی وا نمیره. سیب زمینی استانبولی رو ببینید در این حد فقط کافیه، نباید خیلی ریز بشه. امروز از دو نوع سیب زمینی استفاده کردم که دوستان ببینن هر دو نوع سیب زمینی هم میتونی بریزیم. خب حالا 10 دقیقه رو بعد من میام سیب زمینی رو میریزم، قبل از اینکه خاموش کنم 5 دقیقه فلفلم میریزم. بعد دیگه آبگوشت ما آماده است برای خوردن. خب عزیزان آبگوشت ما کاملا پخته جا افتاده. گفتم به شما دوستان یک رو قبل از اینکه آبگوشت رو خاموش کنیم من سیب زمینی رو ریختم و اجازه دادم که یه 10 دقیقه داخل زودپز بپزه. بعد زودپز رو خاموش کنم، نمک رو چشیدم، نمک و فلفلم اضافه کردم و یه 5 دقیقه 10 دقیقه اجازه میدم که این آبگوشتمو بدون در زودپز تا کاملا جا بیفته. خب غذای امروز ما آماده است. آبگوشت غذایی که میشه در کنار ترشی، پیاز، فلفل، تروب، ماست، یعنی تمام چاشنی کنارش با آبگوشت فوق‌العاده لذیذ میشه. شما میتونید گوشت رو هم به این صورت استفاده کنید و هم که بکوبین. خب دوستان امیدوارم از آموزش غذای امروز من لذت برده باشین و طبق آموزش من این غذا رو درست کنین، میل کنین و لذتش رو ببرین. لطف کنین کانال آموزش امکتی هم به دوستانتون معرفی کنین. تا برنامه بعد خدا نگهدار.